لحظاتی که در امت و یک وضعیت داشته می باشد باید غنیمت بداند و نعمتهای پروردگار بنده به شکر افزوده می شود. پس ما در بهترین زمان قرار داریم که ماه مبارک رمضان است، در بهترین مکان قرار داریم که مسجد است، و در بهترین عمل قرار داریم که همان حضور به خاطر ادای نماز جمعه است، در حالی که روزه به دهن دارید و یگانه چیزی که شما را از خانه‌تان بیرون کرده فقط طلب رضای الله متعال است. خواستین که الله از شما راضی شود، خواستین که با پروردگارتان تعلق داشته باشد. و انگامی که یک بنده قصد ازی را بکند که با پروردگارش تعلق داشته باشد، با او انس بگیرد، با او محبت بورزد، این دلیل بریست که این نفر مؤمن است و رب العالمین با امی انسان دوستی میکنند. پس با این ملاحظه تو گفته میتونم که مبارکتان باشد لحظات که شما دارید، و این بزرگترین هدیه الهی است که نصیب یک انسان میشود. چقدر زیاد مردم است، الله این توفیق برش نمیدهد، شاید پیسه زیاد داشته باشد، امکانات زیاد داشته باشد، ولی الله این توفیق از بهش میگیرد. چقدر مردم است ایمان دارد، امی لحظه را میخواهد ولی در زندان است، الله تو را از او خلاص کرده است. چقدر انسان هاست که عمل جا میخواهند که در امت یک صف و در امت یک مکان پاک باشد ولی مریض است، در شفاخانه است، درد میکشد. پس ببینین که چقدر انسان ها دیگه میخواهد که در ایجا باشن ولی ای تو یک مصیبتی به طرف خانش آمده که مانیش میشوزی که در ایجا بیاید. پس میبینیم که خداوند متعال چقدر خوبی امرای ما شما کرده، چقدر نیکی امرای ما کرده، مریض ما را نکرده، در کدام مصیبت ما را ننداخت، بندی ما را نکرد، صحت بر ما داد، ایمان بر ما داد، توفیق یک عمل صالح ایره برای ما داد، توفیق عمل صالح. برادرای باور بکنیم که عمل صالح کل گیتس دارد، همه مردم میخواد که عمل صالح انجام بدهد، هیچ کس با عمل صالح مخالفت نمی کنه که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را بگوید و بگوید که من می خواهم که عمل صالح انجام ندهم. کلگی می خواهد که عمل صالح داشته باشد، ولی توفیق الله متعال نصیب افراد کمی می شود، به هر کس الله ای توفیق را عنایت نمی کند. پس از این بابم که ببینی باز هم باید شکر الله متعال به ما شما ادا بکنیم و بگویم که خدایا باید مایی که از نظر علم، از نظر اخلاص، از نظر همه چیز ضعیفترین انسان هم هستم، ولی ما را ایقه دوست داشتی، ایقدر با ما محبت کردی که ما را توفیقی استاده شدن به حضورت نصیب کردی. عزیزم اگر ما هر عملی که میکنیم، هر عمل خیری که شما انجام میدیم، تصورتان در انجام عمل خیر به امی شکل باشد، به همی شکل باشه، پس این عمل خیر زمینه را مساعد میکنه به عمل خیر دوم. ارگاه شما چنین به این تصور یک عمل خیر را که انجام دادین، نتیجهش این میشود که مغرور نمیشه، مغرور نمیشه، یک لطف خدا شامل ما شد، ما به این طرف خوبی رفتم. ارگاه شما هر عملی که انجام میدین به همی شکل بی اندیشه،
برای شما عمل دوم شرعی دینی و فکری او برتون آسان می شود. باز در صدد از این میشه که چون خدا ما را دوست دارد بنان من با خدا باید خوبی بکنم، در عمل صالح چی میکنی؟ میافزای وقتت را استغلال میکنی، از کم وقتت پوره استفاده میکنی، خوب استفاده میکنی. روی اساس چی کاری باید بکنیم که این فرصتی که برای ما شما پروردگار عظیم نصیب کرده، این توفیقی که پروردگار عظیم نصیب ما شما کرده، از امی فرصت و از امی وقت، از امی زمان، از این مکان چطور میتونیم که استفاده خوب بکنیم و لحظات را گرامی بکنیم، اوقات را قیمتی بکنیم، دستای خود را از خوبی ها پر بکنیم و بتانیم که سبب شود که رضای الله متعال که خواسته فرد فرد ما شماست او رضایش را به دست بیاریم. عزیزم شما باور بکنید که همه چیز تعلق میگیره به شناخت. هرگاه شناخت پیدا شود باز قیمت شی تثبیت میشود. ما شما که در راه میریم چه بسا اوقات زیر پای ما مرواریدهای بسیار قیمتی میآید و او را زیر پای میکنیم، چون نمشناسیم از پیش تیر میشیم. چه بسا اوقات یکمک زیر خاک شده باشد، چون ما نمیفهمیم که در اینجا اینه تو یک چیز قیمتی است، سرش پایم میمانه و تیر میشه. ولی باور به خدا بکنیم با مجرده که بفهمیم که اینه تو یک چیز پیش رویت بود و تو اما تو سطحی از پیشش تیر شدی، تو با او اعتنا نکردی و توجه نکردی، بعد پشیمانی بسیار زیاد میشود. من فکر میکنم که بارها خواهد بگویم که کاش که نمشناختمش، کاش که نمشناختمش. ولی انگامی که شناخت بیاید بعد از او افسوس به مراتب 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 بلند و بلند شده میرود. از این خاطر است که اگر علمت به شی سبب وصلت به شی شود، بعد برخوردت به او شی عادی نمی باشد، برخورد تفاوت می کند. پس شما چون نمشناختین اثر مرواریدهای قیمتی و اجناس قیمتی تیر می شود. انگامی که کسی دیگه برگفت که پیش رویت این تو چیز بود، افسوس شروع کرد. ولی انگامی که تو بشناسیش و او را برداری، بعد با او دانه های قیمتی همانند سنگ ها معامله نمی کنید، بعد میبینی که چقدر او را در حفاظتش تلاش میکنی که گم نشد بشم، در رقم و محکمترین جیبت میپولی در امو ایره مکسانی، با مجردی که در خانه رسیدی باز برای حفاظت از او دیگه تدابیر میکنی تا که از نگاهش بکنی و طبیعتا دلت هم امی رقم خوش میباشد که یک ذخیره در خانم دارم، یک سرمایه در خانه هم دارم. اعمال صالحه اما تو راست عزیزه، اعمال صالحه اما تو راست. برای عمل صالح باید علم پیدا کنیم تا که بلد شویم که یعنی چیز قیمتش چقدر است. انگامی که شما عمل صالح را انجام دادین، نوعی از سکینه و وقار و خوشحالی در درون قلبت احساس میکنیم، بعد سرمایه دار میشی. وقتی که سرمایه دار شدی باز دشمنم پیدا میکنی، باید احتیاط بکنی در رفتارت، در نشستت، در برخوردت، که نشود کدام سارق بیاید و از تو این سرمایه و این دارایی بسیار قیمتیت که سبب خوشی دلت شده ایر از پیشت کسی ببرد. پس بزرگترین سرمایه ایمان است. تقویه ایمان توسط اعمال است و اعمال توسط علم است. علم باید بیاید که به ما اعمال را به معرفی بگیرد، بعد عقل است که این سرمایه را دیگه نگاه کند. حالا عقل بر ما میگه که
ای اعمال و ای ایمان و ای چیزای مقبولی که تو صاحب شدی و الله ای را برای تو داده است، ای را تو نمیتانی از این دشمنان خطرناکی که وجود دارد او را تحفظ بکن. بسیار دشمنان خطرناک در رأس دشمنی که ای سرمایه تا تخریب میکنه و میزند، ای تو یک دشمن است که تو نمیبینیش، ای تو یک دشمن هم داری که تو نمیبینیش و او تو را میبینه، ای تو یک دشمنی که در درون خون داخل میشود، ای تو یک دشمنی که تشویش برد ایجاد میکند و از پیش و روی و پشت سر و پهلو و راست و چپ از کلش میخواهد که به تو صدمه بزند. ولی از شر یزی چون تو خود خلاص میکنی؟ خب عادی دشمن نیست. بر علاوه از اینکه این دشمن دشمنای تربیت شده در لباس ما هم دارد، در قوارای ما هم دارد که به اشکال مختلف زمینه را مساعد بکنه که تو را از او سرمایه به شکلی از اشکال دزدیش بکنه و از پیشت بگیره. از طرف دیگری باز میبینیم که این دشمنی ها هم داریم، این سرمایه هم داریم، ولی یگان بار ما را باز کارهای دیگی می شود که ما را غافل میکنه از اینکه به سرمایه ما متوجه شویم و به نگهداریش متوجه شویم و حفظش متوجه شویم. او چیزهای دیگری چی است؟ یگان بار فقر باعث می شود، یگان بار جهل باعث می شود، یگان بار شهوت باعث می شود، یگان بار رفیق خراب باعث می شود و ده ها چیز دیگری هم است که او هم به شکل از اشکال از سرمایه ما کم می کند و تأثیر گذار می شود به ای که ما در نگهداری از این ارزش ها سستی بکنیم و ضعف را از خود نشان بدیم. حالا این مصیبت هایی که می آید، این مشکلاتی که می آید، این شیاطین جنی که می آید، شیاطین انسی که می آید، این کلش فکر بکنیم که شما یک سرمایه به ایمان، ایمان داریم و عمل صالح داریم، این کلش با این دشمنی میکنند. پس چقدر از ما تو بیداری باید بخواهد، چقدر از ما تو باید فکر بخواهد و توجه جدی بخواهد تا بتانیم که ما ارزش‌های خود را نگاه بکنیم. از این خاطر است که یک تعبیر را ما داریم در علما، علمای عارف، اونا میگه که ایمان در مرکز است. برای تحفظ ایمان میگه تو دیوان هاست، احاطه احاطه است. یک احاطه از فرائض است، دیگه احاطه از واجبات است، دیگه احاطه از سنن مؤکد است، دیگه احاطه از مستحبات است. میگه ای تو احاطه ها داری. اگر تو به خاطر حفظ سرمایت این دیوارهایی که تو کوچکش مشماری و دقیق برش نشوی، عمق دشمنایی که داری در حقیقت یک خط را مشکنانه و باز مستقیم به سرمایت ضربه وارد میکن. پس بزرگترین چیزی که به خاطر حفظ سرمایه است میگه اعمال را بیشتر بکنه، اعمال را بیشتر بکنه، فرائضتان را ادا بکنین، واجبات را ادا بکنین، سنن را ادا بکنین، مستحبات را ادا بکنین. میگه این کارا را بکنین تا دیوالها و حریم بیشتر و بیشتر شده برود و نتانه دشمن زود وارد اصل ایمانتان شود. اگر خدا نخواسته، خدا نخواسته ما در رابطه با این قضایا ضعیف شویم و به اشکال مختلف خود را بانه جور بکنیم، ای خو یک عمل مستحب است، ای خو سنت زوائد است، ای خو سنت غیر مؤکد است، ای خو خیر سنت مؤکد است دیگه، خو از ما خو مطلوب نیست. دقیق شده؟ بعد بگم که فرق در بین واجب و فرض هم است دیگه، یگان بار فرض آدم از پیش ترک می شود. بعد اما تو پیش می بینیم که در فرض هم با مشکل روبرو می شیم، حتی در رو هم شاید بگویم که دیگه یگان بار فرض هم دیگه قضا می شود. دقیق شده؟ پس با این نقاط را وقتی که ما تحلیل بکنیم به این نتیجه میرسیم که دو چیز را باید محوری کنیم، دو کار را همیشه باید با خود نگاه بکنیم.
یکی که عمل صالح را همیشه باید داشته باشیم، هیچ وقت خود را از اعمال صالح مستغنی نداریم. به تعبیر دیگر ما همیشه محتاج به عمل صالح خود را ببینیم. هیچ کدام ما عملی که داریم نگوییم که من پوره شدم دیگر، از ما دیگر به اصطلاح عام بگویم در جای رسیدم، نه، هر قدر تو عمل صالح بکنی با امو اندازه قیمت ایمانت خوب میشناسی، سرمایه اصلیت خوب میشناسی، پس سرمایه اصلیت از تو بسیار زیاد سرمایه کلان میخوای برای دفاعش، برای نگهداشت و حفظش. پس ایمان نگاه نمیشود مگر اینکه تو عمل صالح داشته باشی، عمل صالح باید داشته باشی. پس اگر خواسته باشیم که شما ایمانتان را نگاه بکنید و به تعبیر دیگه اگر عرض بکنم عمل صالحی که در طول عمرت انجام دادی، چی از فرایض و واجبات و سنن و مستحبات، این می اعمالم به چی ضرورت داره؟ به نگه داشتن ضرورت داره که باید نگاه شود این اعمال صالح از بین نرود. از این خاطر به عمل صالح دیگه هم ضرورت داریم تا که این اعمالی که ما انجام دادیم او را حفظ بکنیم، او را نگاه بکنیم. اگر ما از اعمال صالح کوتاهی بکنیم، اعمالی که انجام دادیم او تخریب میشه و تخریب میشه و تخریب میشه، یک وقت باز ببینی که همون چیزی که اصل ایمان که ارزش و عقیده اصلا او هم باز نابود خواهد شد. خداوند متعال ما شما را حفظ بکند. از این خاطر عزیزان اعمال را که چقدر میکنی، چقدر که اعمال را میکنی با امو اندازه شیرینی ایمان که در مرکز است، لذت ایمان که در مرکز است، محبت با مرکز، این برات بیشتر و بیشتر شده میرود. بس قیمت بهترتر میفهمی و دقیقتر میفهمی و زیباتر میفهمی. پس حال اعمال وقتی که تحلیلش بکنیم اعمال را هم میبینیم که باز امو مقدمه پیدا میکند. یک سلسله اعمال باید داشته باشن فرایض، یک سلسله اعمال داریم واجبات، یک سلسله اعمال داریم از سنن، یک سلسله اعمال داریم که مستحبات است. همیشه او انسان کامیاب است که اعمال خود را هم چی کرده باشد؟ در تصمیم خود تنظیم کرده باشد، او را در پلان خود آورده باشد، او را تهدید کرده باشد که ما چی کاری میکنم، چی کاری میکنم. کسی از ما پرسان کرد که چرا یک تعدادی از مرشدی ها برای مرید خود درس میدن؟ من گفتم تقسیم اوقات برش میدن، تقسیم اوقات برش میدن. اینی کار در پلانت حتما بگی، این در پلانت باید باشه، در تقسیم اوقاتت باید باشه، دیگه که پینیست. در حقیقت او برش یادآور میشود، تذکر برش میدهد که در ذهنت این قائم و محکم داشته باشه. پس عزیزان اگر بیایم که در اعمالی که ما انجام میدیم یک سلسله اعمالی است که ما باید انجام ندیم که او هم عمل است، نکردم، یک سلسله اعمالی است که باید انجامش بدیم که او را باید بکنیم. اینمی که بکنیم نکنیم باز دو نوع می شود. یک سلسله اعمالی است که به فکر ما تعلق دارد، به فکر ما، یک سلسله صفاتی است که او را در درون خود بیاریم، یک سلسله کارهایی است که او را باید انجام بدیم، باید انجامش بدیم. جالب است که یک سلسله اعمالی که تعلق به فکر ما دارد، تعلق به زیربنا و عقیده ما دارد، او عمل است، هم پیش خدا بسیار قیمتی است، بسیار قیمتی است. اعمالی که به فکر تعلق دارد، به قلب تعلق دارد و یقینا بی توجهی به او کار و او را در تصمیم اوقات نداخل کردن، او را جدی نگرفتن، بسا اوقات سبب می شود که آنچه که در ظاهر ما شما برش مهم می دانیم و مهم فکرش می کنیم اما باز تخریب می شود، اما از بین می رود. پس اول چیزی که ما همیشه در فکر از او بوده باشیم هموست که ما بنده خدا هستیم، دقیق شدیم، همیشه این فکر از ذهنتان دور نشود، ما بنده الله هستیم، عبد، بنده. یعنی چی؟ یعنی فرمان نمیپذیریم، ما فرمان نمیدیم،
ما فرمان را میپذیریم، منتظر از این هستیم که چی دستور به ما داده میشود تا او را در زندگی خود عملی بکنیم. عزیزان، هرگاه گفتی که من بنده هستم، خود به خود یک فکر غلطی که یگان بار خود را آزاد فکر میکنیم، یگان بار سر خود مینازیم، یگان بار سر پول خود، سر علم خود، سر قدرت خود، سر امو جایگاه خود یک کمک مغرور میشیم. وقتی که گفتی که بنده هستم، خود به خود این چیزا میریزه، خود به خود میریزه. بعد نمیگی که من یعنی فلان، به پهلوی دیگه میاندیشی، تو یعنی غلام، تو یعنی بنده، تو کسی هستی که باید فرمان را بپذیری. تو فرمان داده نمیتونی. این اساسی ترین نقطه است. یک انسان چه وقت بدبخت میشود، چه وقت پایش به اصلاح خطا میشود؟ انگامی که سر خود حساب کند، انگامی که گفتی که مستم، یعنی که گفتی که من، در حقیقت سقوط شروع میشه. پس همیشه در تقسیم اوقاتتان ای را باید داشته باشید. همیشه شما و ما بنده های الله هستیم، بنده است، آقا نیستیم. هرگاه گفتی که بنده، و بنده همیشه چی میکند؟ منتظر عزیز که مولایش چی دستور برش میدهد، ربش چی دستور برش میدهد. هرگاه اطاعت از مولایش بیشتر کند، با امو اندازه امی بنده و امی غلام از گزند محفوظ میماند، از تهدید محفوظ میماند، از ملامت شدن محفوظ میماند. پس در یک مرحله ما همتو میگیم که ما بنده هستیم و مطیع هستیم، فرمان بردار هستیم. هرگاه عزیزان این کار را در زندگی خود تحلیل بکنیم، باز امی بنده ها چه وقت جایگاه پیدا میکنند، مقرب میشوند، یکان بار اطاعت به اساس تهدید میشود، یکان بار اطاعت به اساس محبت میشود. این میجا دیگه فرق باید بدیم. انسانایی که جایگاه نزد الله دارد همیشه مطیع و فرمانبردار الله اند، به عنوان از اینکه او خالقش است، مالکش است و او ذات معبودش است و باید با او انس بگیرد. هرگاه با او شکل ببینه که کل نعمتی که تو سرش افتخار میکنی او را رب العالمین به تو عطا کرد، هر چی که تو سرش فکر میکنی، بسیار قوی هستی، صحتمند هستی، الله بر تیر داده است، پیسه دار هستی، الله بر داده است، عالم هستی، الله بر داده است، قدرت و جایگاه داری، الله بر داده است، پول و دارایی داری، الله بر داده است، زمین کلان داری، الله بر داده است، چشم خوبی داری، الله بر داده است، گوش خوب داری، الله بر داده است، فرزندان خیلی خوب داری، الله بر داده است، و ما بكم من نعمه فمن الله، فمن الله. هر قدر که به این بیندیشی، همه خوبی هایی که تو سرش مینازی در کجا گرفتی عزیزم؟ در کدام بازار تو پولش دادی؟ با کدام نیروی تو را تصاحب کردی؟ ببینی که کلش پروردگار برای ما و شما عطا کرده است. پس وقتی که این را ببینیم، رمز اساسی ما که ما را با الله نزدیک میکنه و شیرینی ایمان را نصیب ما میکند، اون محبت با الله هست. محبت با الله، باز طبیعتا دل ما مال و مال از محبت میشود. محبت که در دلت بیاید، محبت که در دلت بیاید، سبحان الله، بعد از او ای اعمال که دیگران میگه سخت است، نماز خواندن با منافق، چون ایمان ندارد، چون با الله ارتباط ندارد، چون خود را بنده نمیداند، چنان سخت سرش تمام می شود مثل که کوه ها را سرش بار بود. و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. اما تو بدبخت می شود، ریاکاری به او پیش می شود، هیچ عمل صالح را انجام نمی ده مگر اینکه خودنمایی باشد، باز در اوجا او کارا را میکنند.
ولی هرگاه که یک انسان الله را به اساس از اینکه او معبودش است و او منعم حقیقیش است، او منعم حقیقیش است، به امو اندازه به یاد الله زبانش تر می باشد. سبحان الله از قلبش میگوید، الله اکبر و قلبش میگوید، الحمدلله را از قلب و از سینیش اما تو با محبت بیرون میشود. بعد شیرین ترین چیز در عمرش و در لحظاتش او بودن با مولایش هست، اما بسیار قیمت برش پیدا میکنند، بسیار قیمت برش پیدا میکنند. بعد میبینی که لحظات میشد که یک انسان، یکی از دانشمندها و عرفا میگوید که کسی میبینه از کلانا وفات میکنه، وقتی که وفات میکنه خب دیگه یک کسی کلان و دارایم و سرمایه مالی و سرمایه و چی کشفش که زیاد میشود، مردم بالا میده و پایین میده و باید سر خدا میجنبانه که بیچاره رفت، بیچاره رفت. کسی برش میگه یعنی چرا؟ گفت بیچاره رفت ولی بالزدترین چیزی دنیا را نچشید، بالزدترین چیزی دنیا را نچشید. گفت او چی بود که بالزد بود؟ گفت بودن با الله، انس با الله، محبت با الله، این را نچشید، زیرا کل هم و غم چوکی خودش بود. پس در امی میاندیشید، کل فکرش داری بود که چوکی را کسی از پشم نگیره، به خاطر از این چوکی قتل کرد، به خاطر از این چوکی دروغ، به خاطر از این چوکی مال به دست آورد، به خاطر از این، به خاطر از این، به خاطر از این. آخر چی شد؟ آخر رفت، آخر این دنیا را ترک کرد. ولی عکس قضیه را وقتی که می‌بینیم، وقتی که ایمان بلند می‌رود، ایمان بلند می‌رود، بعد از این باز این چوکی‌ها قیمت پیدا نمی‌کنند، این چوکی‌ها قیمت پیدا نمی‌کنند. و هرگاه باز مقایسه بکنی که چوکی را و قدرت را و این مادیات را به خاطر رضای الله متعال که تو میتی در امو لحظه نقص فکر میکنی، امو لحظه، ولی روزهای بعد باز که مقایسه میکنی اصلا مقایسه نمیشه. در تاریخ اسلام شما بخوانید حضرت حسن ابن علی رضی الله عنه و ارضاه، ای پنجمین خلیفه ای امت است. رسول علیه السلام وقتی که تعبیر میکنه که خلافت در امت ما 30 سال است، 30 سنه، هر دو 6 ماه خلافت حضرت حسن را پرتن 30 سال پوره میشود. یعنی ما وقتی میگه خلفای راشدین، متاسفانه متاسفانه که حضرت حسن در ذهن ما نمیره، حضرت حسن از جمله خلفای راشدین است، همه مسلمان ها به او بیعت کرده است. وقتی که جنجال شروع میشه با حضرت معاویه رضی الله عنه، قدرت داره، همه مسلمان ها برش بیعت کرده، و اگر در مقابلش حضرت معاویه می جنگید امی توان داشت، امی توان داشت، ایتونی بود که کمزور بود، خوب ای زوره داشت، ولی به خاطر از اینکه خون مسلمان نگاه شود، خون مسلمان نگاه شود، به خاطر اینکه امت اسلامی از تفرق و از تشتت دور شود، به خاطر اینکه مردم نفس آرام بکشد، و حضرت معاویه گفت که دوست داری که باید تخت بشین از تو باشد؟ دقیق شدن؟ یه از تو باشد، و چوکی را برش اعلام میکند. او سبحان الله، چقدر دوستایش اما تو به اشکال مختلف کنید حالی چرا این کار کردی؟ چرا این کار کردی؟ و او میگد که با پایین شدن ما از تخت، وقتی که خون مسلمان محفوظ بوده باشه این تخت ها قربانش باشند، این کار کرد. اکنون نه حضرت حسن است نه حضرت معاویه، فایده را کی کرد؟ ایمانم بگوید، فایده اصلی را کی بود؟ جایگاه پیش خدا کی پیدا کرد؟ منزلت پیش خدا کی پیدا کرد؟ حضرت حسن؟ بری شکی نیست. جایگاه و منزلت در قلب شما کی پیدا کرد؟ حضرت حسن؟
پس وقتی که شما خوش شدین، الله هم از پیشش خوش شد، این چوکی دیگه می شود با 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 محبتی که انسان با الله پیدا می کند و با پروردگارش پیدا می کند مقایسه شود؟ نه. ما شما در ماه مبارک رمضان قرار داریم، ماه بی نهایت قیمتی است، بی نهایت قیمتی. و رسول ما صلی الله علیه و سلم در رابطه به اهمیت عظیمت می فرماید: افسوس به حال کسی که رمضان را گیر بکند ولی گناهش بخشیده نشود. افسوس به حالش، رمضان را گیر بکند و گناهش بخشیده نشود. به این نفر پیغمبر افسوس میکند و یک لفظ را ذکر میکند: بعوده بعوده من ادرک رمضان ولم یغفر له. از رحمت خداوند متعال دور باشد کسی که رمضان را در میابد، رمضان را گیر میکند، خب گناهش بخشیده نمیشود. حالا که ما خوبتر توجه بکنیم و دقیقتر متوجه شویم که در این ایام خجسته، در این ایام خجسته، این ایام مبارک، الله ما شما را ببخشد، مورد رحم شما را قرار بدهد. هفته گذشته ما چند نقطه را عرض کرده بودم، اگر فراموش نکرده باشه، ما گفتم بیاین که ایمان خود را تجدید بکنیم. گپ اول من گفتم ایمان را تجدید کنیم. گپ دومم این بود که بیاییم که صفات را در درون خود پیدا بکنیم که او صفات را خدا دوست دارد و او صفات را انسان‌های عاقل و خوبم دوست دارد. پس الله انسانان صادق را دوست دارد، انسانان امین را دوست دارد، انسانان باوفا را دوست دارد، انسانان سخی را دوست دارد. این را الله دوست دارد. همین صفت در هر کسی که پیدا شود، امور ما شما هم دوست داریم، امور ما شما هم دوست داریم. پس عرض کرده بودیم که هفته که گذشت، این هفته برای چی است؟ برای از این که هم ایمان تجدید میکنیم و هم در درون خود همین صفات مقبول را استحکام میبخشیم. تعهد میکنیم که دروغ نمیگیم، انشاءالله العزیز که به اون باور کرده باشیم و عمل کرده باشیم، دروغ نمیگیم. تعهد کرده باشیم که ما خیانت نمی کنیم. تعهد کرده باشیم که ما صادق و باوفا می باشیم. تعهد کرده باشیم که در راه الله متعال چی می کنیم؟ انفاق می کنیم. در راه الله متعال انفاق می کنیم. و در باب انفاق هم خصوصا در رمضان بعد بر خود تشویش هم پیدا نمی کنیم که خود را ناقی مصروف بکنیم که همین مال ما به کی باید برسد و چطور برسد. این کفار نکنیم، زیرا کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اجود الناس، پیغمبر جوادترین مخلوقات بود، بسیار جواد بود. حضرت عایشه می فرماید که باز در ماه مبارک رمضان رسول علیه صلات و سلام میگه جود و سخایش همانند ریح المرسله، میگه از باد تند تیز میوزید، از باد تند تیز میوزید. چرا حضرت عایشه این تعبیر را میارد که پیغمبر در خیر و رساندن خیر از باد تند تیز میوزید؟ یعنی چی؟ باد که است که بوزد، باز هر کسی که پیش رویش بیاد سرزو میخورد، سر بی سفید، سر جوان، سر غنی، سر فقیر، سر کلگی میخورد. میگه پیغمبر علیه السلام در ماه مبارک رمضان جودش عموتو بود، فقط میداد، پشت از این نمیگشت که این نفر کی هسته، یا تو ضرورت داری نداری، تو مستحقش هستی یا نیستی، نه با کل لگی میداد. ای را چی میگد؟ سخا میگد. ای را سخا میگد. پس ما چه وقت میتانیم که صفاتی که در خود در ماه مبارک رمضان خصوصا هفته گذشته او را در درون خود استحکام بخشیدیم، تعهد کردیم، ایمان خود را تجدید کردیم،
تعهد کردیم که دروغ نمیگیم، تعهد کردیم خیانت نمیکنیم، تعهد کردیم وفا میکنیم، تعهد کردیم در راه خدا ایثار میکنیم، انفاق میکنیم. اینی تعهدات. حالا برای از اینکه به اینی نقاط برسیم، اولین چیزی که در ذهنتان بیاید برای از اینکه ما این صفات را نگاه بکنیم، سخا را بلند ببریم، یعنی خیرات را بیشتر کنیم، انفاق فی سبیل الله را بیشتر کنیم، چرا انفاق بیشتر میکنیم؟ زیرا دشمن ها بسیار زیاد هستند، برای از اینکه مسئول ببانیم به دعا نیاز داریم. پس انفاق فی سبیل الله زمینه دعا را از زبان مسلمان به ما مساعد میکنه. انشاءالله رمزش فهمیده. چرا انفاق میکنیم؟ به خاطر از این انفاق میکنیم با مجرده که من انفاق کردم، جانب مقابل به من چی میکنه؟ دعا میکنه. پس دعا که صورت گرفت، از شر شیطان لعین محفوظ میمانه، ام انسی ام جنی. انفاق که کردیم، از شر انسانانی که اونا به ما ضرر را میرساند، افراد دیگر مؤمنین مانعش میشود. پس سخا و انفاق فی سبیل الله پس بر ما امو پیام را داد که رسول ما صلی الله علیه و سلم چی می فرماید؟ انما الصدقات تطفئ غضب الرب و میت السوء. هرگاه در راه الله انفاق بکنی، خدا دو چیز را برای تو می دهد. یکی تطفئ غضب الرب، او غلطی که ما می کنیم، اشتباهی که کردیم، گناهی که کردیم، کل خود را در حقیقت در معرض مصیبت قرار دادیم، در معرض تازیانه تأدیبی الهی قرار دادیم. ولی وقتی که انفاق میکنیم، الله متعال او را از پیش ما برمیدارد. پس ما را امتحان به چیز خطرناک نمیکنه که پایای ما در اوجا به لرزه بیفتد. و میت سوء، و بعد مرگ را از تو چی میکنه؟ دور میکنه. بعد مرگ خاموشه که تو آماده نباشی برای قبول مرگ. و خصوصا الله ما شما را محفوظ بکنه در وقت نفست گرفته شود که تو در گناه باشی، در وقت نفست گرفته شود که تو فکرت مشغول گناه باشد، دست و پایت مشغول گناه باشد. این بدترین وقت است. و میت سوء، از بد مرگ نجاتت میده. یعنی وقتی که نفس تو را میگیرد، زبانت بلا اله الا الله باز است، فکرت با الله است و متوجه نواقص خود میباشی. پس عزیزم، ما شما در این هفته با حفظ از صفت تعهد میکنیم که در راه الله متعال انفاق میکنیم. و انفاق از بزرگترین صفات یک مؤمن است، مؤمن بخیل نمیباشد، و رسول ما صلی الله علیه و سلم اتو تعبیر میکند که بعد از کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، و صفت و عملی که خدا او را دوست داره چی از در مؤمن؟ سخا. یعنی بعد از ایمان، رب العالمین پیشش که بسیار جایگاه دارد، اموست که دست مسلمان خلاص باشد. بعد از شرک، بدترین صفتی که الله او را ناپسند میدانه او چی است؟ بخل. انشاءالله ای را کل ما شما میفهمیم. پس بیاین که این هفته که پیش رو داریم، ای هفته را کلن بر سخا میدیم، دست خود را باز میکنیم. چرا باز میکنیم؟ میگن عمل بسیار خوب را به دست آوردیم، تجدید ایمان، صداقت، وفا و امن، اطمینان، تلاوت، ذکر، فکر، کلش که تماست. بنام دشمن زیاد پیدا میشه. ما باید عساکر دیگه برای خود پیدا بکنم که او دعای مسلمان در حق با این نیت شما چی کنید؟ در رای الله متعال انفاق بکنید. درست شد انشاءالله. خب حالا انفاق خو میکنه، انفاق را به نهایت کوشش بکنید که نیتتان را درست بکنه. پس برین برای همسرتان بگوین که تم در انفاق شریک شو، نانه که پخته میکنی، سحری را که تیار میکنی، افطار که آماده میکنی، این را برای الله آماده بکن. صحیح شد؟ که او راضی شود و ثواب مرا، ثواب کل افطاریا را تو انشاءالله تصاحب میشی و این مبارکت بوده باشه.
به همین شکل تشویقش بکنن تا نیت خواهرای ما صحیح بوجا باشن. این کارو بکن. اینا تو باز بگی برای فرزندانت، اطفال خردتره که ما شما همین رقم بولونیا رو خرد بکنین، منظمش بکنین، خرما را دستش بتین، آب را دستش بتین، تا کوچه استاد کنین، تا سر سرک استادش کن، تا سر سرک و منتظر بوده باش که کی تیر می شود. که می تیر شد با ادب پیشش بکنه. صحیح شد؟ با ادب پیشش بکنه. هر کسی که او را می گیرد، او هر خطا می باشد، رمان می باشد، تو برش بگو که این آداب است که ما شما باید او را تقویت بکنه. یک چیز را تیار بکنه، منظمش بکنه، او را برش بگو که ای را در مسجد ببره. و در مسجد باید کل ما شما بشینه و از افطاریه یک افطار اشتراکی داشته باشه، مشترک داشته باشه. چیز زیاد شود فقیر ما بگیرد، خانش ببرد. این کار باید بکنه. در ضمنش این را بلند ببریم، بلند ببریم. رسول ما صلی الله علیه و سلم می فرماید که یک مؤمن باید در راه الله چنان خیرات بدهد که دست راستش می دهد، دست چپش آگاه نشد. درست شد؟ پس ما آسان کار توی است، آسان کار. و فقه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این امتیاز بالا دارد که غالبا نه که امشه برای فقرا و مساکین، چون ما حوایجش نمی فهمیم، اگر پول برش بتن بهتر تر است و او پول می گیرد با مقتضای حال خودش مصرف می کند. صحیح شد؟ پس این به ما شما ارزان می شود نسبت به اینکه وسائل که خود جمع بکنه و برنج و روغن و چیزا را ببره. این بسیار آسان است. یک وقت پول پرت سرش برش بسته بکنه، قریبای شام که شد کسی خبر نه، دروازه را دقل باب بکنه و برش بگه خواهرم امیره بگیرم تا الله راضی شد. صحیح شد انشاءالله. این کار را بکنه، این خیلی خوب چسته. بگذارین که او به مقتضای حال خود مصرفش بکنه، او چیزی که به او ضرورت داشته باشه از او استفاده بکنه. سبحان الله، اگر ما در قوم خود یتیم را نمشناسیم، مشناسیم. بیوه را نمشناسیم، مشناسیم. معیوب را نمشناسیم، مشناسیم. من یقین دارم که شما مشناسیم. وقتی که مشناسیم، همه تو کار بکنید. شما انفاق به او مردم بدین و بگذارین که در ماه مبارک رمضان اونا به بهتر وجه اونا استقبال بکنه ماه مبارک رمضان. این کار رو بکنه. در ضمنش برای بیاندیشن که اطفال یتیم امیر قم، مردم های بیوه، غریب، اونا یک چند روز بعد عید می آید و شما اونا را دموترد بشین، بگو بیا که بریم بازار، بریم به اختیار خودت بوت بخر، به اختیار خودت یک جور کالا بخر، جمپر برش بخریم، این را برش آماده بکن، خوش خوشان به خانش رایش بکن. الله ما تعالی شما خوش بشه. هر قدر که شما خوشی را در قلب مؤمن داده، در قلب یتیم داده، در قلب فقیر و معیوب داده، رب العالمین روزی شما را قیمت میخواد و پاداشتون را بلند میبرد، ثوابش بیشتر میشود و این سبب می شود که او یتیم، او فقیر، او بیوه برای تو دعا بکنه و می گوید که خدای خیر نصیبش بگردان، خدای از مال خیر برش بده، از اولادش خیرش بده، از عمرش خیرش بده. این برای تو می گوید. ارگو چنین کار کرده، نتیجه چی می شود؟ در بدست خودت دعا خرید، دعا خرید. وقتی که دعا خریدی، بعد شام که تو افطار میکنی، به نماز که استاد میشی، اعمالی که تو میکنی، کلش رب العالمین بر تو پاداش میدهد. حالا فکر بکن، اگر ما با این تواضع و با این فکر از رمضان استقبال بکنیم، انشاءالله العزیز که از جمله کسایی نمیباشیم که پیغمبر میگه افسوس به حالش که رمضان بیاید و گناهش بخشیده نشد. الله متعال ای توفیق را به ما شما عنایت بکن. الله ای توفیق را عنایت بکن. ولی یک کسی بگوید که من خو
فقیر هستم، زورم نمی رسد، زورم نمی رسد که خیرات بدم. اول خود فکر نکنین. خب کلگی باید در رای الله انفاق بکند، فقیرم انفاق بکند تا رب العالمین برش راه‌ها را باز بکند. اگر فقیرم خواسته باشه از فقر براید، در رای الله انفاق کند، در رای الله انفاق بکند. هیچ کدامتان استثنا نکنین خود را، هر کدامتان به وسع خودتان در رای الله متعال انفاق بکنید. الله بدائل را برای شما میتن و خداوند متعال مشکلاتتان را حل میکنه. این را باور داشته باشید. من یقین دارم که شاید تو یک خرما بودی، یک فقیر یک خرما بدهد، ولی یک برادر دیگر ما یک بوجی خرما بدهد و قیمت تو شاید بلند باشد. دم یک خرما الله تو را پاداش نهد میکنه. بنابراین این دیگر نقطه بود. آیاتی که در باب صیام می آید که خلاص می شود، بعد پروردگار عظیم امی پیام می دهد، میگه با گرفتن روزه، با آمدن از صفات مقبول در وجود یک انسان مؤمن، این انسان تواصل پیدا می کنه با الله. سخت خوش می باشد، سخت خوش می باشد که با پروردگارش باشد. همیشه می طلبد، چشمش، گوشش، فکرش، قلبش، کلش خدا می گوید، می خواهد با اون نزدیک شود. اونو تعبیر را پروردگار ما می کند، و اذا سألک عبادی عنی. کل مردم الله را می خواهد، می گه هرگاه بندیم از تو، از ما تو را سوال کرد. و اذا سألک عبادی، انگامی که پرسان کرد بندگان ما از تو، عنی از وجود ما، میگه الله میگه از ما تو را پرسان کرد، تو چی میگی؟ برش بگو فإنی قریب، ما بسیار نزدیک هستم. سبحان الله، نعره تکبیر، نعره تکبیر، نعره تکبیر. هر بندیم که از تو پرسان کرد، و اذا سألک عبادی، ارگا بندیم تو را پرسید، عنی از من، این بنده هر کسی که باشد، دیروز غلط، گناهکار، و و و و و هر کسی که بود، با او صفات در درونش انقلاب ایجاد شد، حال میخواهد که با ما باشد. تو برش نگو که تو دیروز ای تو بودی، تو ای اشتباه داری، ای اشتباه داری، ای اشتباه، بنان دروازی الله پیش روی تو نیست، نه، برش بگو فإنی قریب، من بسیار نزدیک هستم، بسیار نزدیک هستم. پس الله ما برای ما نزدیک است. نحن اقرب الیه من حبل الورید، من حبل الورید، فإنی قریب. حالا ما خو محتاج هستیم، مشکل داریم، تکلیف داریم، در همه سطوح خود با مشکلات و چالش ها رو برستیم، دشمن ها بسیار زیاد داریم، فإنی قریب، اجیب و دعوت الدعا، بندیم به طرف ما آمدیم، ولی هر چی که بخوای ما برات میتونم، اجیب و قبول میکنم دعوت دعا، دعای دعا کننده را میپذیرم. هر چی که تو میخوای الله میگه من میپذیرم، اجیب و دعوت دعا، چه وقت میپذیرم؟ دعوت اذا دعانی، انگامی که از ما بخواهد، اذا دعانی، نون وقایه ضمیر متکلم مفعول بهیست، دلالت به تخصیص دارد، یعنی تنها و تنها از ما بخواهد، تنها از ما بخواهد، دیگه دور دور نرود، خدا کنه و فلانه کنه رو نگوید. اذا دعانی، انگامی که از ما بخواهد، اجیب و دعوت دعا، اذا دعانی فلیستجیبونی، اجابت را هم از من بداند، اجابت هم من میکنم، زیرا من نزدیک هستم. در دلش چیزی بگردد او را میدانم، حوائجش هم میفهمم، مشکلش هم میفهمم، باید بداند که اجابت هم من میکنم. فلیستجیبولی ولیؤمنوبی، به این باید باور داشته باشه که من مشکل حل میکنم. در این آیه چند چیز با ما داد؟
ارتباط مستقیم با الله. دیگه دیگه چی به ما داد؟ باید بدانه که الله او را می داند. سه، ایمان به ای داشته باشد که الله مشکل حل می کند، به ای باور داشته باشد. وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تا این مردم چی شود؟ نا کامیاب شوند و رهنمایی پیدا بکنند و وصل برسند. و ما مطلبی که اینا پشتش تلاش میکنند به ما برسند، رهنمایی واقعی پیدا بکنند برای نزدیک شدن برای من. خب حالا ایرم انشاءالله فهمیدیم که صفات ما به دست آورده، بعد انفاق کرده، انفاق زمینه رو به چی مساعد کرد؟ برای دعا، دعا رو به امینیت بکنه. الله قبول کننده دعاست. چرا؟ او ذاتی است بی نهایت قدرت دارد، بی نهایت مرا دوست دارد و به احوالم علم دارد، ضرورتهای مرا می فهمد. عطا از طرف از اوست، بناهن به او باور دارم که مرا تنها نمیگذارد، تنها مرا نمیگذارد. هرگاه چنین باده باشه، مالا مال، محبت، شیرینی، لذت ایمان را می چشیم و رب العالمین نصیب ما شما بکنه، الله نصیب ما بکنه. حالا که می خواهیم دعا بکنیم، می خواهیم دعا بکنیم، می خواهیم از رب ما بخواهیم و به می شکل بخواهیم، ایمانا بخواهیم، از تای قلب بخواهیم و بدانیم که او به هم احوال ما عالم است. عزیزان، طلب و دعا این تعلق میگیرد به یک سلسله نقاط دیگری که اگر او را در درون خود استحکام ببخشیم، رب ما خوب اجابت میکنه، زود بر ما میدهد. او چی است؟ حفظ ادب. حفظ ادب چگونه از خدا میخواهی؟ در الله نسنگ اواری در بلا خبر رو در الله نه به کم جبه غاری، سر رقم غاری، کم الفاظ لانده که سنگ ارتا دریگی ابا سنگه که. پس این دیگه نقطه بسیار مهم است که از الله میخواهیم ولی با ادب میخواهیم، از الله میخواهیم با ادب میخواهیم. پس اگر ما برای خواستن آمادگی بگیریم، بسیار شیرین میاد برای خواستن آمادگی بگیریم. چه رقم؟ وضو بگیریم. چه رقم؟ عطر استعمال کنیم، رو برای قبله بشینیم، درود به رسول الله صلی الله علیه و سلم بگوییم. اما لحظه که میخوایم دعا بکنیم در راه الله انفاق بکنیم، بعد از او باز دستای خود را بلند بکنیم و بگویم که خدایا، رب من، زبان من چیزی که من بخوایم خدا را امور یاد ندارم، چی را بخوایم یادش ندارم، چطور بخوایم یاد ندارم، ولی یک چیز یاد دارم که خدایا، بزرگترین محبوبترین مخلوق تو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. خدایا من عاجز، گناهکار، بیچاره، فقیر طلب میکنم از تو آنچه که رسول الله طلب کرده است. دقیق شده؟ خدایا ما از تو اون چیز را میخواهیم که پیغمبرت خواسته است، زیرا پیغمبرت خوب بلد بود که چی بخواهد. یا الله، ما امور چیز را میخواهیم که پیغمبرت خواسته است. خدایا ما به تو پناه میبرم از اون چیزی که پیغمبرت به تو پناه برده است. یا الله، ما چیزی را میخوام که پیغمبرت خواسته است و از چیز پناه میبرم که پیغمبرت پناه برده است. چقدر زیباست نی؟ خدایا، اللهم اینی اسألک ما سألک به عبدک و نبیک محمد صلی الله علیه و سلم و اعوذ بک من شر ما استعاذ به عبدک و نبیک محمد صلی الله علیه و سلم. امیر دعا بکنه، بسیار زیبا دعا است. جورا پیغمبر ما زیاد دعا را یاد داشت، او فصیح بود در طلب، مخلص بود در طلب،
عارف بود در طلب، محب بود در طلب. ما آسان دعا نیست. خدایا آنچه که پیغمبرت خواسته است به ما عطا کن، از آنچه که پیغمبرت پناه خواسته است یا الله مرا محفوظ داشته باش. صحیح شد انشاءالله. و این خیلی خوب دعا است. بنابراین دعای دیگری که زمان ما باید سرش خلاص باشد و حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها را پیغمبر توصیه میکنند. حضرت عایشه را میگن، حضرت عایشه میگه اگر امشب شب قدر باشد چی را از خدا بخوایم؟ شب قدر است، از الله چی میخوایم؟ حضرت عایشه بچه نداشت، فرزند نداشت. شاید در ذهن یک خانم امی بیاید که این وقتش است. خیلی شد، نمیخواید تنها باشد. چقدر کدام ما مشکل داریم؟ پیغمبر علیه السلام برش میگه که این کلمه را تکرار کن: اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللهم انک کریم، بار اله تو کریم. کریم، کریم صفت مشبه است، به معنای اسم فاعل و اسم مفعول اردوش میاد. اللهم انک مکرم و مکرم، خدای تو با عزتی و عزت دهنده، با عزت هستی و عزت دهنده، چون عزت دهنده مرا عزیز بگردان. سبحان الله. اللهم انک عفو، تو بخشش میکنی، عفو میکنی، در میگذری. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، تحب العفو فاعف عنی. پس از این دیگه دعا است که در ماه مبارک رمضان زبان خود را سر چی بکنیم؟ سرش خلاص بکنیم. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، فاعف عنی. ای رب بگویم. عزیزای امی، دعا که ما میکنیم در پشت سرش یک قدرت میخواه، یک قوت میخواه. خب و درود به رسول ما صلی الله علیه و سلم. هرگاه وسیله قبول دعا درود به رسول ما صلی الله علیه و سلم است. پس وقتی که میخوای دعا بکنی، تو چی بکن؟ در اول و در آخر یک دو رمز حفظ کن. در اول چی بگو؟ الحمدلله رب العالمین. دقیق شده؟ وقتی که دعا را به حمد و ثنا شروع بگو، در اخیرم بگو اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. پس ما هم دعا میکنیم که پروردگارا به لطف کرمت، به حرمت اسماء حسنای و قیام ما را بپذیر، صیام ما را بپذیر، انفاق ما را بپذیر. یا الله، یا رحمان، یا رحیم، دعای ما را بپذیر. پروردگارا به لطف کرمت، به حرمت اسماء حسنای، به حرمت ماه مبارک رمضان، به حرمت مجلس مؤمنین، پروردگارا گناهای ما را ببخش. پروردگارا تو عفو کریم هستی، تو گناه ما را ببخش، تو از گناه ما در بگذر. پروردگارا ما محتاج هستی، ما فقیر هستی. یا الله، یا رب العالمین، تو بهترتر میدانی. پروردگارا حوائج ما را مرفوع بگردان. پروردگارا برادرای ما را که قرضدار هستند از قرض خلاصش بگردان. برادرای ما که مریض هستن، یا الله شفای عاجل را نصیبش بگردان. یا الله شفای عاجل را نصیبش بگردان. پروردگارا برادرای ما که بندی هستن و از بند رهایش بگردان. یا الله آنانی که اولاد ندارن، اولاد صالح را نصیبش بگردان. و آنانی را که الله اولاد داده است، پروردگارا به حرمت ماه مبارک رمضان، به حرمت همین مجلس مؤمنین، یا الله صالحش بگردان، در خدمت دین و وطن قرارش بده. یا الله
تو بهترتر میدانی و ای برادرای ما که در جامعه نشستن هر کدامش حاجت دارن، مشکل دارن. یا الله مشکل دنیا و آخرتش برش حل بگردان. پروردگار رابطی ما را با خودت مستحکم بگردان. یا الله گناه ما را ببخش، یا الله گناه ما را ببخش، یا الله گناه ما را ببخش. پروردگارا به لطف کرمت و حرمت اسماء حسنای در کشور ما امن و امان را استقرار ببخش. یا الله جنگ را از پیش ما بگیر. یا الله بر ما امن بده، بر ما صلح بده، بر ما اخوت و برادری را بده، بر ما یا الله یا الله یا رحمان ما را از ذلت خلاص بکن، عزیز ما را بگردان. یا الله ما را از احتیاج به دیگران خلاص بگردان. پروردگارا ما را توفیق عنایت بکن تا سپاس تو را بگویم، شکر تو را بگویم. یا الله ایمان را در دل ما مستحکم بگردان. پروردگار مادر و پدر ما را ببخش. پروردگار مادر و پدر ما را ببخش. پروردگار مورد عنایتش قرار بده. یا الله همه ما شما را خداوند متعال در روزی که وفات میکنیم از این دنیا میریم، یا الله گناه ما را بخشیده نفس ما را بگیر. صلی الله و صلی و سلم و بارک علی حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین استغفر الله العلی العظیم. ایران باید نگفته نمانیم که وقتی که در افغانستان اشغال آمریکا صورت گرفت، ما بر از این فکر بودیم که چگونه میتونیم که حداقل نسل جوان را توجیه کنیم. باز الحمدلله که دروس را آغاز کردیم در مساجد، دورات تفسیر را آغاز کردیم و پیمان پرودکشن که جوان عزیز ما استاد مجیب همراه ما بود در درس ها در حلقات و بنیاد پیمان فلم را گذاشت، ولی لله الحمد و المنه که تانست بیان ما را و درسای ما را تفاصیل ما را و تا به امروز خطبه های ما را ثبت بکنه و همین چیزی که شما الحمدلله در دنیا میگیرین کلش از این طریق برای شما داده میشود. خداوند مطالبه از جوانیشان برکت نازل بکنه، رب العالمین توفیق مزید را برشان عنایت بکنه و ما امیر باورمند هستیم که اگر ما کمک بکنیم و این پرودکشن را تقویت بکنیم و بخش نشراتی از این را حمایت بکنیم، امیدوار هستیم که خدمات بس ارزنده و خوبتر را انشاءالله برای کشور ما داشته باشد. خداوند مطلب ما شما را توفیق نهد بکنه که همتو مراکز را حمایت مالی و حمایت جانی و فکری داشته باشیم. و جزاکم الله خیرا.